حمله شدید سحر زکریا به مهران مدیری. اسم سگش رو ایشون گذاشت کوروش. چطور این آدم میشه صدای مردم؟ بعد آقای زرقامی میاد میگه که تخت جمشید، بعد همه، خب چه فرقی میکنه؟ بعد مهران مدیری صدای مردمه؟ چه عجیب. آیا آقای مدیری در دور همی جز این که درد مردم رو به سخره بگیره کار دیگری کرد؟ در برنامه دور همی که برگشتن گفتن، خود بنده این برنامه رو دیدم، که آقای فلانی خانم یارو میاد میگه تا حالا اینقدر دلار توی دستش آدمه ندیده، به مسخره. بعد میاد میگه که آقا جنس رفته بالا چون دلار رفته بالا. آقای مدیری خوش به حالتون که شما اینقدر دلار تو دستتون دیدید. بعد آقای مدیری شما تو این مملکت زندگی نمی کنید، نمیدونید یک دلار که میره بالا اینجا یک دونه آدامس بخوای بخری میره بالا؟ نه نمیدونید، چون شما کاری ندارید، چون شما همون به دلار در بال خرج میکنید. ولی میخوام ببینم چطور یهو یه همچین کسی میشه صدای مردم، چون یه عده گوش نمیدن، یه عده میان بر من میزنن بعد فلانی ما رو میخندونه. یعنی دردتون فقط خندیدنه؟ پس بخندید، بشینید بخندید. پس شما چیز میزنید؟ چرا به من میگید من مواد میزنم و چیز میکشم؟ آخه اگه من مواد میزدم که میگم. من کاری دیگه با مهران مدیری ندارم، میگم در برنامه حاضر خواهم شد ایشونم بیان بپرس حرف بزنیم. یه چیزی رو آقای پرویز پرستویی فقط بگم، پرسیدن که آقای مدیری شما میدونستید که ناصر ملک مطیعی عاشق کارش بود، شما میپرسید که شما عاشق بود در برنامه هاتون عاشق بودید؟ آقای مدیری پشت تیم و گروهش وای نساد، میخوایی پشت ناصر ملک مطیعی وایسه؟ تیم و گروهی که سالها برای مهران مدیری کار کردن پول نگرفتن، بنده هنوز پولم رو نگرفتم. این خانه سینما، این قرارداد بنده و این نامه‌ای که دستم هست که شکایت رو الان دادگاه دارم و روزی که پولم رو گرفتم توی همین اینستا میام میذارم براتون. ایشون پشت ماها نایستاد. آقای بیژن بنفشه‌خوار سر قهوه تلخ، میگم ببخشید آقای بیژن بنفشه‌خوار، شاید نخوای بگی ولی دیگه مجبورم، آقای بیژن بنفشه‌خوار سر قهوه تلخ وقتی پولش رو ماه اول ندادن گفت آقا من پولم رو میخوام، من زندگی دارم، من زن و بچه دارم، پولم رو میخوام. گفتن نداریم، حالا وایسین، حالا فلانه، حالا که یه ماه شد، بعد دو ماه، بعد میگم شد سه ماه. حالا هی آقای مدیری میومدن میگفتن به خاطر من، به خاطر من، به خاطر من، به خاطر ایشون، ما هی به خاطر ایشون. با آقای بیژن بنفشه‌خوار، آقای مدیری چرا پشت بیژن بنفشه‌خوار وای نسادی پشت بازیگرت؟ توی قهوه تلخ بیژن بنفشه‌خوار رو به نویسنده ها گفتی بنویسید که بکنید در گونی بی خودی، نقش بی خودی، اصلا قرار نبود در گونی برود و حذف شود. چرا نمیایید اینا رو بگید؟ چرا نمیایید بگید؟ و بیژن بنفشه‌خوار از اون کار رفت.
گفت کار نمی کنم، پولم رو میخوام. چرا آقای مدیری پشت بازیگرت وای نسادی همونجا؟ و ای کاش که ما همین، خود من سحر زکریا اصلا کاری به دیگران ندارم، همین کارو کرده بودم، ولی گول شما رو خوردم آقای مدیری. هی اومدید نشستید، مثل همین الان که مردم رو گول میزنید، مثل همین الان که میایید میشینید مصاحبه میکنید میگید من بچه کار بودم. شما کجا بچه کار بودید؟ بچه کار پدرش گرامافون داره باخ گوش میده؟ اینو از کجا در میارید آقای مدیری؟ و ذهن مردم چقدر عجیبه که فکر نمیشه این داستانهای قهرمانانه رو ما بارها از شما شنیدیم. اتفاقا چقدر خوب بود اون موقعی که شما مصاحبه نمی کردید، خیلی بهتر. فقط میخوام بگم، میگم بقیه حرفام برای زمانی که من میگم آقای مدیری بیان بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. و بعدم میگم خانم گیتی معینی به بنده ربطی داره؟ برید به خانم گیتی معینی حرفتون رو بزنین. این خانم با موی سپید اومدن نشستن جلوی دوربین دارن یک حقیقتی رو میگن. خانم پرستوی سالی، خانم گیتی معینی هم دروغ میگن؟ نمیتونن همه به خاطر اینکه آقای مدیری اومدن عیادت مادر شما همه همون گونه فکر کنن. بنده یه روز به آقای مدیری زنگ زدم در طی سالیان اخیر، یه روزی بهشون زنگ زدم، نمیزنم به کسی، خودشونم میدونم. گفتم آقای مدیری، حرف شد، گفتم بیکاریست و بیکاریم و اینا. برگشتن ایشون به من گفتن که شماره کارت بدین، بده من براتون پول بریزم. میگن خوبه ایشون رو میگم، بعدشون هم میگم. گفتم آقای مدیری من گدا نیستم، من نمیخوام، من شماره کارتم رو به شما بدم، شما برای من پول بریزید. چرا باید این کارو کنم؟ من یک بازیگرم، من اگر بازی نکنم، من اگر کار نکنم میمیرم گوشه که خونه، من میخوام کار کنم. خب خیلی ها با همین جریان کنار میان، بله شماره کارت میدن، بله. نکردم این کارو، امروز باید جواب پس بدم؟ امروز باید تاوان پس بدم؟ ولی میگم چرا آقای مدیری، چرا با گروهی که پشتت بودن چرا این کارو کردی؟ خب دوستان، این بود از ویدیو امروز. نظر شما در این مورد چیه؟ به نظرتون حق با کدومشونه؟ نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدافظ.